مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حاج صادق حسین شیرازی دام از در شام قریبان امسال نیز مانند سالهای گذشته به سخنرانی پرداخته و مطالب مهمی را بیان فرمودند در این مراسم علما خطبا فقها طلاب حوزه های علمیه مقلدان مرجعیت شیعه و عموم عزاداران سید الشهدا علیه السلام حضور داشتند و از سخنان و رهنمودهای مرجعیت شیعه بهره مند شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمى حسینی شیرازی دامازلو به رسم هر سال در شام قریبان 1443 در جمع ازاداران حسینی حضور یافتن و بیانات ارزشمندی را ایراد کردند. معظم الله سخنان خود را این گونه آغاز کردند. بسم الله الرحمن الرحیم ازمن الله اجورنا و اجورکم به مصابنا به ابی عبدالله الحسین صلوات الله علی از تمام کسانی که در دهه گذشته محرم امسال به هر نحوی شعائر مقدس امام حسین علیه السلام را اقامه یاری و نصرت کردند تشکر و به حساب وظیفه برای همه آنان دعا می کنم هر که در راه اقامه شاعر حسینی زحمت و رنج بیشتری دیده اجر و ثواب بیشتری در دنیا و آخرت دارد سپس معظم الله به روایتی از ام ایمن اشاره کردند و فرمودند از حسین ابن احمد یکی از شاگردان مرحوم ابن قولوی روایتی نقل شده که پسندیده است همگان مخصوصا جوانان فرهنگی و حوزوی در آن تأمل کنند این روایت در حاشیه کامل و زیارات وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمانی که امام حسین علیه السلام در سنین کودکی بودن فرمودند در زمان شهادت این امام ابلیس به یاران خود دستور تشکیک می دهد. این روایت را ام ایمن برای حضرت زینب سلام الله علیه ها نقل کردند و ایشان هم در زمان شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام از ایشان درباره آن سوال کردند که حضرتش آن را تایید فرمودند خدای متعال در قرآن از برخی از انسان ها نیز با تعبیر شیاطین یاد کرده و کسانی که در شاعر حسینی تشکیک ایجاد می کنن از این دست شیاطین هستند و وظیفه همگان است در برابر آنان مقابله کنند روایتی که عرض کردم از چندین وجه شایسته تعمل فراوان است و من همانند تعابیر آن را در هیچ روایت دیگری مشاهده نکردم در این روایت آمده و پیشوایان و رهبران کفر و پیروان گمراهی با تمام توان برای نابود کردن و پنهان داشتن آن خواهند کوشید اما همواره بالندگی خواهند گرفت پس با این تفاصیل کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این گونه معنا می شود که آنان با مشقت و زحمت بسیار سعی می کنند تا جریان امام حسین علیه السلام را محو کنند اما نه تنها محو نمی شود بلکه روز به روز رشد و ظهور می کند. در ادامه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که منظور ایشان یهودیان و نصارا نیست بلکه آنان امامان کفر هستند اینان آن کسانی هستند که در جریان حضرت سید و شهدا علیه السلام تشکیک می کنند و عالم و برخوردار از علم هستند دسته دیگری که در این حدیث به آنان اشاره شده کسانی هستند که خود اهل علم نیستند اما از امامان کفت تبعیت می کنند شایسته است این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب فرهنگیان حوزه و دانشگاه مورد تأمل قرار گیرد و بر آن شهر بنگارند در روز یازده محرم وقتی اهل بیت علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد کردند امام سجاد علیه السلام فرمودند نزدیک بود که جان به سپارم در این هنگام حضرت زینب سلام الله علیها این حدیث را برای ایشان بیان کردند و حال ایشان بهتر شد پیامبر خدا و امیر مؤمنان و حضرت زهرا و سایر ائمه علیهم السلام آزار فراوانی دیدن و حتی امام زمان ارواح و نیز در پنج سال اول حیاتشان و در زمان غیبت و در زمان ظهورشان آزار دیده و میبینند اما در مورد آزار هیچ کدام از این بزرگواران مزامین این روایت وارد نشده و این از اختصاصات امام حسین علیه السلام است حضرت آیت الله العظمی شیرازی افزودند در سال 1380 قمری در کربلای معلا شاهد دو دست عزاداری یکی در صبح آشورا و دیگری عزای توبریج در بعد از ظهر بودم که این دو عزاداری در زمان ائمه علیه السلام و یا حتی تا 500 سال قبل سابقه نداشتن در آن روز شعیره مقدس صبح آشورا هفت دسته بود و شاید همه شرکت کنندگان در آن هزار نفر نمی شدن. و از ازان صبح تا قبل از طلوع آفتاب ادامه میافت ازای تووریج هم با این کیفیت و این عظمت نبود بند مکرر در این ازاداری شرکت می در آن زمان عبور ازاداران تووریج از در قاضی الحاجات جمعا به نیم ساعت نمی رسید اما امروزه چه جمعیتی در آن شرکت می کنند؟ در طول این سالها بر ضد ازای تووریج و ازاداری صبح آشورا فراوان فعالیت و دروغ پراکنی کردند اما اکنون رشد یافته است بنده تا سال 1390 قمری در کربلا مشرف بودم تا آن سال آن هفت دست ازاداری به 33 دست رسیده بود اما ببینید اکنون به چند دست رسیده است یکی از مسئولان ثبت این دسته ها به بنده گفت 1550 دست تا کانون در انجام شعیره مقدس صبح آشورا در کربلای معلا ثبت شده است اگر در هر کدام از این دسته ها حداقل 100 نفر شرکت کننده حضور داشته باشند بیش از صد هزار نفر در این دسته ها حضور دارند که این فقط در کربلای معلا است و این دسته ها در نقاط مختلف عراق و جهان وجود دارد و روز به روز به آن اضافه می شود. لزومی ندارد که شعائر حسینی حتما در زمان ائمه علیه السلام وجود داشته باشد و اشکالی ندارد که در طول تاریخ یا امروز به وجود بیاید فقه مبنی بر این نیست که مصادیق مختلف در زمان ائمه علیه السلام وجود داشته باشد هر چیزی که باعث تجلیل از امام حسین علیه السلام باشد در هر زمانی احداث شود و جزو محرمات مسلم نباشد جزء شعائر حسینی است آیا در زمان ائمه علیه السلام چنین جمعیتی در زیارت اربعین شرکت می کرد؟ این زیارت تجلیل از امام حسین علیه السلام و از شعائر آن حضرت است که هر کس می تواند باید به هر نحوی به آن خدمت کند بند از همه اقامه کنندگان شعار حسینی مخصوصا ملت شریف عراق تشکر می کنم که این گونه و پرشور به شاعر مقدس حسینی پای بند هستن. در تاریخ وارد شده است که شخصی در واقع کربلا شرکت کرده بود اما هیچ کاری علیه امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان علیه السلام انجام نداد او در خواب دید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میله ای را در کاسه خون زدند و به چشم او کشیدند و فرمودند چرا در کربلا حضور داشتی و باعث ازدیاد سیاهی لشکر دشمنان پسرم حسین شدی این شخص از خواب بیدار شد و نابینا شده بود آیا یک نفر در لشکر سی هزار نفری تأثیری دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند باعث ازدیاد سیاهی لشکر دشمنان شدی مطالب منفی و مثبت در دستگاه حضرت سید و شهده علیه السلام همین گونه و بزرگ هستند مرجعیت شیعه در این قسمت به بیان خاطره ای از پدرشان رزوان الله علیه پرداختند و فرمودند مرحوم والد ما از مراجعی بودند که بسیار محتاط بودند اما ایشان به سرعت اجازه صرف سهم امام را برای اقامه شاعر حسینی میدادند حضرت آیت الله العظمی شیرازی در بخش پایانی سخنانشان فرمودند مسئله دوم اربعین حسینی است که هر کس باید در حد توان برای تعظیم آن بکوشد چرا که این شعیره مقدس در ابعاد گوناگون بی‌نظیر است سعی کنید این شعیره بسیار با شکوه تر برگزار شود هرچند که بسیار بسیار با شکوه است